سلام من داود حرکه هستم نوازنده ساکسیفون و فلود خیلی خوشحالم که باز با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم یک ویدیویی که خیلی ممکنه به دردتون بخوره یه نکته خیلی مهم که اکثر شما نوازنده ها اشتباه اون مسئله رو یاد گرفتین و دچار مشکل هستین باش قبل از هر چیزی ممنونم از همه که ویدیوهای من رو نگاه میکنید اگر که لطف کنید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون علامت زنگوله اون پایین است فکر میکنم بزنید میتونید از ویدیوهای جدید من با خبر بشید و عضو کانال من بشید و اینکه منو حتما فالو بکنید که به هزارتا برسم و پولدار بشم <applause> حتما این کارو بکنید خب نکته ای که امروز میخوام در رابطه باش صحبت کنم در رابطه با تنفس در ساسهای بادیه که اکثرا شاید 90 درصد از نوازنده های که تا این ساز شروع کردن اشتباه اون مسئله رو یاد گرفتن فرق نمیکنه چه ساکسیفون چه فلوت چه آبو هر چیزی هر ترومپت سیستم تنفس تو همه اینا یکیه ولی باید شما اصولی یاد بگیرین که از سیستم تنفس بدنتون استفاده بکنید که در آینده دوچاره هیچ مشکلی نشین چون اگر اشتباه نفس گیری کنین در سازهای بادی ممکنه خیلی از مسائل واسطون پیش بیاد که حتی به عمل جراحی بکشه کارتون و آسیب ببینه بدنتون خب ما در تنفس سازهای بادی در تنفس استاندارد اصلا کاری به سازهای بادی نداریم کسایی که یوگا کار میکنن مدیتیشن کار میکنن ساز میزنن یا هر چیزی ما دو تنفس داریم در بدنمون که بهش میگن یکیشو بهش میگن تنفس قفسه سینه یکیشو بهش میگن تنفس دیافراگمی خب ما باید همیشه یاد بگیریم تنفس دیافراگمی رو انجام بدیم چون تنفس دیافراگمی استاندارد ترین و اصولی ترین سیستم تنفس در سازهای بادی است و اینکه ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید چون شاید یک کمی طولانی باشه ولی خب یک بار برای همیشه یاد میگیرین که به بهترین شکل تنفس کنید و دوچارش مشکلی نشید این ویدیو رو میگم حتما تا آخرش نگاه کنید ممنون میشم از شما به نفع خودتونه در تنفس دیافراگمی خیلی از اساتید میان سر کلاس و به شاگرد میگن که دیافراگمی تنفس کن خب دیافراگمی یعنی چی اصلا خب شاگرد که نمیدونه تنفس دیافراگمی یعنی چی شاید اطلاعات پزشکیش هم اونقدر قوی نباشه که متوجه بشه حتی خب خیلی متوجه میشن ولی خب الان من به صورت کامل واسهتون توضیح میدم یک عضوی در بدن داریم به اسم دیافراگم. دیافراگم یک پرده ما بین ریه و روده ها که این وسط حالت گنبدی شکل اینجاست که اون روده ها و ریه ها رو ما بین این از هم جدا میکنه شاید به نظر, به نظر من حالا من اینطوری تحلیل کردم که اگه اون پرده نبود توی شکم همه چی قراقاتی میشد شاید اون پرده بینشونه که جداشون کرده ولی خب دیافراگ یکی از مهمترین کارهایی که دیافراگ شاید خیلی کار تو بدن انجام بده حالا من پزشکیش دقیقش رو نمیخوام واسهتون توضیح بدم که چه کارهایی رو انجام میده ولی خب یکی از کارهایی رو که پرده دیافراگ در بدن ما انجام میده اینه که شبا وقتی خوابیم به صورت اتوماتیک واسه ما تنفس میکنه چون شبا وقتی ما خوابیم دیگه یادمون میره نفس بکشیم دیافراک واسه ما تنفس میکنه ریه رو پر از باد میکنه خالی میکنه پر از باد میکنه خالی میکنه به صورت اتوماتیک چون آدم وقتی میخوابه اگه تنفس نراشته باشه خب, خب خفه میشه میمیره ولی خب دیافراک اتوماتیک این کارو میکنه تا وقتی که ما از خواب بلند بشیم دیافراگ یه پرده گنبدی شکل زیر ریه است ما اگر بخوایم در سازهای بادی که 90 درصد از نوازنده ها اشتباه تنفس میکنن تنفس قفسه سینه انجام میدن یعنی اینکه من یه دستم گذاشتم روی شکمم یه دستم گذاشتم روی دیافراگم که وقتی تنفس میکنن قفسه سینه شون داره تکون میخوره شکم هیچ تکونی نمیخوره این صورت اشتباه نفسگیریه که خیلی از نوازنده یا مثلا اصلا فلوت میزنن نگاه کنید بالا تنه من داره تکون میخوره این خیلی اشتباس شما وقتی که ساز میزنید به هیچ صورتی نباید بدنتون تق... اصلا کسی متوجه بشه که شما دارین تنفس میکنید هم از لحاظ زیبا شناختی خیلی مسئله مهمه چون که اگه بخواد نوازنده نوازنده این تنفس کنه از لحاظ زیبا شناختی خیلی زیبا نیست کسی که داره اون نوازنده رو نگاه میکنه شما اصلا کسی نباید متوجه بشه که شما دارین تنفس میکنید انقدر ریلکس باید باشه یعنی بدن هیچ تکونی نباید بخوره اینکه قفسه سینه عقب جلو میشه پر میشه باد میشه مشکلش اینجاست که دیافراک که یک پرده گنبدی شکله هیچ تکونی نمیخوره حالا ما اگر بخوایم چونش تکونی نمیخوره این ها وقتی باد میشه اینجا فضا خیلی کمه مجبور میشه که از جلو باد بشه نگاه کن، هی داره فشار میاره به قفسه سینه ریه از جلو میاد پر میشه بسته میشه پر میشه بسته میشه یه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که میگم حتما سعی کنید این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید که کامل متوجه بشین یه مشکلی که این مسئله ایجاد میکنه اینه که اگر از جلو باز بسته بشه قلب پشت ریه است این همزمان که داره باز بادو میشه خالی میشه داره فشار میاره به قلبی که پشت ریه است این قلب هی پمپاجش سریعتر میشه شما وقتی به قلب فشار بیاری اینطوری قلب مد... پومپاجش بیشتر میشه خون رو بیشتر به بدن جریان میده اصلا مثل اون حالتی که شما دارین میدوین شما در حالتی که دارین میدوین یا ورزش میکنین هیچگونه تمرکزی ندارین بدنتون مدام اصلا از لحاظ آرامش به هم میریزه توی نوازندگی ما باید در حالت راحت ترین حالت باشیم که وقتی ساز میزنیم اون حالت دویدنه رو اگه داشته باشیم توی نوازندگی اون استرس و اون ریلکسی از بین استرس میاد و ریلکسی از بین میره اون تنشه توی وجودمون قرار میگیره و اینکه آدم نمیتونه ساز بزنه اگرم ساز بزنه بدون آرامش داره ساز میزنه مشکلی که ایجاد میکنه تنفس قفسه سینه ای که خیلی از نوازنده اینطوری تنفس میکنن اینه که قلبه وش فشار میاد مشکل از اینجا شروع میشه خب ما حالا چطوری تنفس کنیم ما یه دستمون رو میگیریم روی ریه یه دستمون رو میگیریم روی شکم به من قد... دقت کنید الان فقط شکم من داره عقب جلو میشه میاد جلو میره تو ریه من قفسه هیچ تکونی نمیخوره نگاه کنید این اصول صحیح تنفس در ساسهای بادیه این چی کار داره میکنه که اینطوری میشه دیافراگم حالت ارتجایی داره ما وقتی دیافراگم رو از دیافراگمون استفاده بکنیم دیافراگم انگار کنه تخت میشه جا باز میکنه از پایین برای ریه ریه به جایی که از جلو باد بشه از پایین باد میشه گرفتین چی شد یعنی تخت میشه گمبدی شکل میشه تخت میشه گمبدی شکل میشه اینه که اگر شکم من داره تکون میخوره برای اینکه از بالا داره فشار میاره روی شکم روده ها و روده ها فشار که بهشون میاد شکم جلو عقب میشه جلو عقب میشه اینطوری و جا باز یه فضای انقدی جا باز میشه برای ریه از پایین دیگه ریه از جلو باد نمیشه نگاه کنید هیچ تکونی قفسه سینه من نخورد قلب هیچ فشاری بهش نیومد در جای خورشه ریه داره اینطوری باز و بسته میشه پر میشه خالی میشه به جایی که اینطوری پر بشه خالی بشه نه کنین حالا قفسه کن... اینجا هیچ تکونی نخورد شونه های من پس این سیستم درست تنفس در سازهای بادیه یه تمرینی که شما انجام بیدین توی خونه که راحت متوجه بشین که دیافراگمتون داره کار میکنه اینه که دراز بکشین یه کتاب بذارین روی شکمتون تنفس که میکنین فقط کتابه باید بالا پایین بشه نه قفسه سینه متوجه میشین چند بار انجام بدین قلقش میاد دستتون اون موقع است که متوجه میشین که ریهتون داره دیافراگمتون داره به صورت صحیح استفاده میشه ازش کتاب بذارین کتاب باید بالا پایین بشه دلیل دیگرش اینه که اونایی که یوگا کار میکنن یا مدیتیشن کار میکنن همشون تنفس دیافراگمی انجام میدن چون کسی که در مدیتیشن انجام میده باید در ریلکس ترین حالت باشه ای بخواد اینطوری مثلا ای بخواد اینطوری تنفس کنه اون حالت ریلکسیشن و آرامش رو هیچ وقت بهش نمیده اون ریه و اینکه اونایی که, اونا که مدیتیشن یوگا کار میکنن به بهترین شکل از ریهشون استفاده میکنن و تنفس دیافراگمی رو انجام میدن حتما سعی کنید این تمرین ها رو انجام بدید که در آینده چهار خیلی از مشکلاتی که خیلی از من سوال میکنن که سازبادی فشار میاره به بدن نه چه فشاری میاره شما ساکسیفون ساکسیفون تنور ترومبون باس ترومبون هر چیزی اصلا سازهایی که خیلی تنفس میخواد هیچ گونه فشاری نباید به شما بیاره شاید طرف 100 سال هم ساز بزنه هیچ مشکل بدنی پیدا نکنه ولی اگر درست از ریاش استفاده نکنه درست تنفس نکنه شاید در آینده خیلی مشکلات واسهش پیش بیاد که <تصفح> <تصفح> میگن مثلا طرف طرف مشکل فتح پیدا کرده نافش مشکل پیدا کرده یا پایین تنفس مشکل پیدا کرده خب اینا پیش میاد در صورتی که شما درست استفاده نکنی ولی خب استاندارد ساز بزنی اصول استاندارد این کارو بلد باشی هیچ مشکلی واسه شما پیش نمیاد بازم ممنون میشم امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه کمکتون کنه خیلی این مشکل دارم ولی هیچ وقت متوجه نمیشن که دارن اشتباه من شاگرد داشتم که سالها داشته ساز میزده اشتباه تنفس میکرده شاگرد داشتم که پزشک بوده سالها داشته ساز میزده ولی داشته از قفسه سینه تنفس میکرد هیچ وقت متوجه این نشده که مثلا باید از دیافراگمش استفاده بکنه حتما سعی کنید خودتون چک بکنید که این مشکل رو رفت کنید و به بهترین شکل بتونید ساز بزنید بازم ازتون میخوام که منو سابسکرایب کنید فالو کنید علامت زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای من باخبر باشید چون خیلی ویدیوهای آموزشی آموزشی میخوام واسهتون بذارم اکثر ویدیو آموزشی که تو یوتیوب هست به زبان خارجی هست. انگلیسی هست ولی خب به زبان فارسی خیلی ویدیو کم است منم نکاتی که در اختیارتون میذارم و تجربی به دست آوردم خیلی از نکات تو چی دانشگاهی به شما یاد نمیدن ولی خب من همه رو به رایگان در اختیار شما میذارم کلی نکات در با رابطه با سرساز در رابطه با آنچ غمیش که چیکار کنیم بهترین صدا رو از این بگیریم خیلی نکات در رابطه با صدای سازا که بعضی موقع فالش میشه نکات خیلی ریزی است که بهتون بگم مشکل رو رفت میکنید نکات خیلی بیشتری رو میخوام بگم که بتونید زیباتر بنوازید خیلی نکات هستش که خیلی نوازنده سالها ساز میزنن ولی هیچ لذتی از ساز زدن خودشون نمیبرن من همه اون تجربیات خودم رو در اختیارتون میذارم که بتونید به بهترین شکل ساز بزنید حتما من رو فالو بکنید که من پولدار بشم و <تص> سفاس گذارم از همه شما دوستان عزیز منو دنبال کنید